القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ماه رمضان که از فردا شروع می شود مشهور است که ماه عبادت است در میان 12 ماه سال. مناسب است قسمتی از مسائل عبادی اسلام به عنوان تذکر در روز قبل از ماه رمضان یعنی این جمعه درد برادران برسد. اصولاً یکی از مهمترین خصوصیات و نشانه‌های عبادت تضاد اون با منافع مادی و آسایش و راحت انسان است. عبادت از چند جهت با خصوصیات و لذت‌ها و هواهوس نفسانی تضاد داره. یکی از جهت فهم آن چرا در ماه رمضان روزه بگیریم و چرا از طلوع شفق تا غروب آفتاب، این چراها جواب نداره. دستور این طور است: خیلی از مسائل روزه عبادت ها در مجموع جواب ندارد. چرا تعداد رکعت ها 17 تا باشد در 24 ساعت و چرا ظهر 4 رکعت و صبح 2 رکعت؟ چرا در هر رکعت یه رکوع است و دو سجده؟ این گونه چراها اصلا جواب ندارد. اگر بشود معنویات را با مادیات مقایسه کرد میشود گفت این گونه قضایای معنوی همون اصطلاح میتافیزیک درباره اش مصداق پیدا میکند. این قابل فهم نیست، رمزه، هیچ جوابی نداره. اگر شیخی، ملای دانایی رفت به مغزش فشار آورد که فلسفه و حکمتی برای تعداد رکعات نماز یا در ماه رمضان بودن روزه یا چرا در رکعت یک رکوع است و دو سجده، اگر کسی رفت برای اینها حکمتی پیدا کند بی جهت به خود زحمت داده، زحمت بی خود میکشه، اصلا حکمتی نداره، لزومی نداره حکمت داشته باشه. دستور خداست، فرمانه، فرمان اینه، بنده اجرا میکنم، متمرد اجرا نمیکنه، دستور اینه. و یکی دیگر از جهات تضاد عبادات با منافع نفسی مسئله لذت، راحت و آسایش آن است. به اتفاق فقها و محققان اسلام اصل عبادت ها بر این مبناست که انما الاجر على قدر المشقه، فضیلت و اجر و ثواب و درجه عبادت ها به اندازه سختی و زحمتی است که انسان تحمل می کند. و خود این اصل می رساند که عبادت ها در اصل با خواسته های نفس انسان تضاد داره.
بر همین اساس هر نوع عبادت، هر قسمت از عبادت که زحمت و سختی و مشقت بیشتری لازم دارد از بیشتر است. بر همین فلسفه کلی است که بالاترین عبادت جهاد فی سبیل الله در راه خداست. فلسفه و حکمت این که مبارزه با دشمن خدا، جنگ مسلحانه علیه کفر، بر ضد کفر به نفع اسلام برپا کردن بالاترین عبادت است، همین است که در اونجا انسان جان را تقدیم می کند. تقدیم جان و دلای خطری است که ممکن است برای انسان پیش آید، زیرا هر چیزی از بین برود انسان می تواند با حفظ حیات خود تلافی کند، جبران کند. اما اگر جان و حیات خیش را از دست داد، هیچ امکان تلافی و جبرانی نیست. مشهور است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جمع صحابه بود، مسلمانی آمد و گفت یا رسول الله، مرا به کاری راهنمایی فرما که وقتی اون کار یا اون کارها را انجام بدهم اجر و ثواب مجاهد فی سبیل الله داشته باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون مرد فرمود آیا می توانی شبها همیشه در حال نماز باشی، تمام شبها در طول شب، و روزها همیشه روزدار باشی؟ اون مرد در جواب عرض کرد نه یا رسول الله، هرگز هم تو کاری نمی توانم بکنم. این که انسان مصالح دارد، منافع دارد، زندگی دارد، این انسانی که بخواهد زندگی کند، کار کند، فعالیت کند، فکر کند، چگونه میتواند همیشه شب در حال نماز باشد، خواب نکند، به خواب نرود و روز همیشه روزدار باشد؟ و خیلی مشکله. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اما بدان که اگر تو میتوانستی در زندگیت شبها همیشه در حال نماز باشی و روزهای زندگیت همیشه روزدار باشی، اگر این دو کار انجام میدادی بازم نمیتوانستی اجر و فضیلت مجاهد فی سبیل الله داشته باشی. و به خاطر اینکه ترک غذا و استراحت و خواب منتهی به مرگ و نابودی جان نمیشه، سخت هست. ولی برحال چه بسا انسان عادت کنه مدتی، 5-6 ماه انسان همیشه شب نخوابد عادت میکنه. خیلی داریم کارمندای هستن که همیشه شیفت کارشون شب است، بعد خیلی هم عادی برخورد میکنن با قضیه، مسئله نیست. و اگر انسان تمرین کرد، عادت کرد که فقط سحر و شب غذا بخورد، بعد از مدتی براش عادی میشه، هیچ وقت حواس صبحانه و نهار هم نمیکنه. اما کسی به مرگ عادت نمیکنه، کسی به شمشیر و نیزه خوردن، کسی به خمپاره و نارنجک خوردن، کسی به گلوله دار خوردن عادت نمیکنه. به این دلیل است که منظورم از این بیان این است که چون جهاد فی سبیل الله برخورد خونین با دشمن حد اعلای خطر و سختی دارد، بنابراین حد اعلای اجر پاداش و ثواب دارد. حالا بقیه را بر همین منوال باید قیاس کرد. در عبادت نماز که مشهورترین و ساده‌ترین عبادت مسلمان است نیز همین اصل رعایت شده. طبق نص فرمایش مکرر و صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله که موجب روایات مورد اتفاق است، نماز عشا و صبح به جماعت اجر و ثواب و فضیلتش از بقیه نمازها بیشتره. به این معنی که اون که نماز ظهر و مغرب به جماعت میخواند معمولی مسلمانه، یه وظیفه خیلی عادی انجام میده، ولی اون که نماز صبح و نماز عشا در مسجد به جماعت میخواند چند درجه بالاتر و محکمتر مسلمانه، ایمانش قویتره، چون با کمترین احساس مسلمانی انسان میاد نماز مغرب میخونه. شما خودتون تصور بفرمایید، شما در بازارید اذان مغرب میشنوید، سرتون زیاد شلوغ نیست، شاگردی هم دارید دکان اداره کنه،
یا در خیابان قدم میزنی اذان مغرب است، یا در خانه نشسته ای مسجد نزدیکه، برای ادای نماز مغرب به جماعت در این گونه حالت ها ایمان و جدیت و زحمتی نیست، تفریحی است که شما از خانه بلند شوید بیایید مسجد نماز بخونید، از دکان بیایید برون نماز بخونید، از کنار خیابون بیایید مسجد نماز بخونید، خیلی عادیه. اما شما از خواب شیرین صبح برخیزید به نماز بروید، مجلس دیدنی، احیانا اخبارهای داغ سیاسی رادیو بیگانه در موقع نماز خفتن، اینا را ترک کنید، مهمان بی نماز را خیط کنید به قول معروف، بشوید ببخشید آقا موقع نماز بونه ما میریم نماز، این بشوید عزت اسلام دیگه، عزت اسلام در همین چیز هاست، نشان دادن عزت و عظمت اسلام و این ایمان میخواد، این جدیت میخواد. به این دلیل از یکی از صحابه کرام نقل است که فرمود کنا نعرف النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن صلاة الصبح والعشاء. یکی از صحابه کرام گفت منافق را در زمان پیامبر میشناختیم به وسیله حاضر نشدن در نماز خفتن، نماز عشاء و نماز صبح. و در همین زمینه است که رسول الله به الناس فرمود افقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سنگین‌ترین نمازهای جماعت بر منافقین نماز عشاء و نماز صبح است. اگر می‌دانستند این دو نماز چقدر فضیلت دارد با هر وسیله بود، با هر زحمت بود می‌آمدند، ولی چون به فضیلت و اجرش اعتقاد ندارند با خیال راحت ترک می‌کنند، نمی‌آیند. بر همین اساس است که زکات رکن دوم اسلام قرار گرفته از لحاظ اهمیت عملی. مشهور است هرگز بی نماز زکات نمی دهد، ولی ممکن است نیمی از نماز گذاران زکات ندهند، چون نماز آسان تره، دادن زکات مشکل تره. این به تجربه ثابت شده که انسان هرچند ارتباطش با خدا ضعیف‌تر باشد، هرچند در کارهای نیک، در خوبی‌ها عقب‌تر و ضعیف‌تر و ناگاه‌تر باشد، از تقدیم مال و کمک برای رضای خدا و در راه خدا ابا دارد، خودداری می‌کند، ولی برای تقدیم مال در راه شیطان، در راه هوس، در راه خوشگذرانی با خیال راحت انجام میدهد. بنابراین زکات عبارت است از فشار آوردن بر غریزه بخل، غریزه هوس و شهوت، غریزه خوشگذرانی، که این غریزه و این استعداد نفسانی را سرکوب کنیم و در راه خدا زکات بدهیم، مالیات شرعی را به مستحقان برسانیم. و کسی این تمرین را کرد، دلیل بر این است که بر نفس خود تسلط دارد، خود را کنترل کرده. در رأس عبادت هایی که آزمایش مسلمان شده از نظر زحمت کشیدن و سخت کشیدن، همین روزه ماه رمضان است که از فردا شروع می‌کنیم. هرچند شرایط زندگی مادرها لازم طوری است که غالب روزداران از روزه گرفتن زحمت و سختی نمی کشند. به این دلیل می ترسم اونهای روزدارانی که به واسه روزه گرفتن سختی و زحمت نمی کشند اجرشون کم باشد، ولی به هر حال رعایت احکام دین به احترام رمضان طبق دستور شرع از طلوع شفق تا اذان مغرب تشنه و گرسنه موندن، از خوردن و نوشیدن و اعمال جنسی به هر شکل خودداری کردن، خود این عبادت است. هرچند در 12 سال آینده برای هر کس زنده باشد روزه تشنگی و گرسنگی نمی آرد، از این به بعد 12 سال روزهای رمضان کوتاه هست و نسبتا هوا خنک است در منطقه گرمسیر ما، پس زیاد زیان‌آور نیست. ولی برای اونهایی که ایمانشون ضعیف است خطری وجود دارد.
اگر رمضان در تابستان باشد، اونهایی که به دلیل ضعف ایمان عذر می تراشند به دکتر مراجعه می کنند، به طبیب، در قلب این است که انشاءالله طبیب قبول می کند که من ناراحتی معده دارم و روزه نگیرم. طبق خواسته شیطانیشون طبیب بیچاره موافقت می کنه، میگه بله من همین که غذا خودم 5 ساعت گذشت فوراً چکام درد میکنه و آروپ میزنم و الی آخر. دکتری بیچاره میگه خب تو ناراحتی معده روزه نگیر. فکر میکنند با این کار تصفیه حساب شده با خدا، ولی چنین چیزی نیست. گیرم که خلق را به فریب و فریفتی با دست انتقام الهی چی میکنی؟ طبق اظهار نظر اطبای محقق 90% از سوی هاضمه ها ناراحتی های معده نتیجه پرخوری و بدخوریه. روزه طبی بسیاری از ناراحتی های معده رو معالجه می کند. بنابراین در غالب حالات نه تنها روزه مزاحم معده نیست، بلکه مصحح معده است. بنده معتقدم اونهایی که از غذاهای غیر شرعی استفاده میکنند، مثلا افرادی از مسلمان که استعمال دخانیات دارند، دخانیات استعمال میکنند، به هر وسیله روزه بخورن گناهشون نابخشودنیه. بگو 10 تا طبیب بعد از 10 تا عکس برداری اعلام کردن که شما زخم معده دارید، برای اینکه مهمترین عامل زخم معده همین سیگاره. به شهادت طب، وقتی کسی برای سلامتی معده خود از استعمال دخانیات خودداری نکرد، گفت من سیگار میکشم هرچی باد آباد. حالا چون کسی به هیچ وقت ازش قبول نمیشود که روزه نگیرد به خاطر معده اش. خداییش اینه، حالا شما خواه از سخن من ملال حاصل کن، خواه پند بگی، فرق نمیکنه. من اونچه شرط صلاح هست با تو میگویم، خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بنابراین مسلمان زیرک دانا این مسئله را دقیق بفهم که اگر 1000 تا طبیب مسلمان عالم با 1000 تا شیخ الاسلام و آیت الله فتوایی را امضا کنند که اون فتوا خلاف شرع باشند، هرگز حقیقت را تغییر نمی کند و خداوند هیچ حلالی را توسط امضای بندگانش حرام نمی کند و خداوند هیچ حرامی را توسط امضای بندگانش هم حلال نمی کند. شما وقت خودتون می دانید که این موضوع خلافه، به هیچ وجه فتوای جناب شیخ یا جناب آقا یا جناب ملا حقیقت را تغییر نمی ده. اگر جناب شیخ و ملا و آقا بفهمند شما کلک میزنید و فتوا بدهند، با شما مسئولند و روز حساب سختی ها خواهند کشید. اگر بیچار ملا یا شیخ نفهمد شما کلک میزنید فتوا بده، خود تنها سختی میکشید. منظور بنده از این مسئله این است که هرگز به این فکر نباشید که به جناب شیخ یا به جناب طبیب مراجعه میکنم اگر گفت شما زخم معده دارید روزه برایت بده است، روزه نگیرید، دیگه روزه نمیگیرم و خیالم راحت. اینطور نیست. اینجا مطلبی است باید از نظر محققان در نظر بگیریم. به فرض این که روزه داری، خواهر یا برادر، خانم یا آقا اجازه داشته باشد به دلیل ضعف بدنی و یا به دلیل ناراحتی معده روزه بخورد، روزه نگیرد، به هیچ وجه شرع اجازه نمیده به یک مسلمان که در 30 روز ماه رمضان صبحانه بخورد، نهار بخورد، به دلیل اینکه من ناراحتی معده دارم، مدرک دارم که طبیب گفته روزه لازم نیست. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اگر کسی ناراحتی معده دارد، سحری بکند، نیت روزه بکند، هر آنی که معدهش درد کرد یا نیم ساعت قبل از شروع درد معده بیسکویت بخورد، تکه نان و پنیر بخورد، نان سوخاری بخورد، همون دارویی که مقرره بخورد، به این معنی که احترام رمضان را نگه دارد. به دلیل اینکه
شما اگر از روزه گرفتن معاف شده اید، از رعایت احترام شرع که معاف نشده اید، رعایت احترام شرع یکی از مهمترین مسائل زندگیه و این را باید در نظر داشته باشید. تظاهر به معاصی جنگ با خدا و رسول است. تظاهر به معاصی این مصرع فارسی که گمون میکنم از شیخ سعدی جالبه که گفته گناه کردن پنهون به از عبادت فاش. شما اگر این سعادت را ندارید که روزه‌دار باشید، حداقل پرچم کفر بالای سر خودت نزن، اعلام به روزه‌خواری نکن، بگذار فقط در برابر خدا شرمنده و روسیا باشید، در توبه باز است، حق دستگیر، خداوند خیلی کریم است، اگر اقیانوس عفو و رحمت الهی به جوش آید و به حرکت درآید، گناهان را همه میبخشد، به شرطی بنده کفر را اعلام نکند، دهن کجی با مذهب نکند. تظاهر به روزه‌خواری مستقیما یعنی دهن کجی با مذهب، یعنی شما دارید رسما علیه مذهب اعلام جنگ میکنید دیگه، اعلام جنگ رسمیه دیگه، خیلی مهمه. بیست سال قبل از یک همکار فرهنگی بسیار عاقل این داستان رو به یاد دارم. در محیط کار فرهنگی 20 سال قبل در ماه رمضان بود و ملاحظه شد که یکی از همکاران هرگز تظاهر به روزه‌خواری نمی کند. از او سوال شد شما واقعا روزه اید؟ اون آدم زیرک دانا یا مسلمان زیرک دانا گفت به فرضی که من روزه نباشم، اونقدر وجدان دارم که با مذهب و دینی که به وسیله اون زن به خانه آوردم، به وسیله اون مذهب پدرم را تشییع کردم به قبرستان، به وسیله اون مذهب عقد ازدواجم صورت گرفته، اونقدر وجدان دارم که علیه این چنین مذهبی اعلام جنگ نکنم. شاید من روزه نباشم، ولی بالاخره بی وجدان نیستم که، بی شعور نیستم، ممکنه من روزه نباشم. و این بسیار حرف متینیه. من اطمینان دارم اونهایی که در ماه رمضان تظاهر به روزه‌خواری میکنن، به هیچ وجه من الوجود بویی از اسلام و مسلمانی نبردن. بله اونا یهودی نیستن، چون با اسرائیل مخلص نیستن و مخلصانه برای تلمود و تورات کار نمیکنن. مسیحی هم نیستن، چون مستقیما مسلمانان بوسنی را به خاکون نمیکشن. در بوسنی و هرزگوین وقتی که سرب لامذهب، سرب صلیبی مسلمان را میکشد، با کارد با سرنیزه روی پشت یا سینه مسلمانان نشانه صلیب میکشن، روی زخم بدن مسلمان علامت صلیب میکشن، بعدشون میکنن. خب بله اون که در رمضان روزه خاری میکند صلیبی نیست، یعنی این شهامت نداره که در راه صلیب فداکاری کند. کمونیست هم نیست، زیرا مود کمونیستی از این رفته، داس چکو زیر خاک رفته. هندوس هم نیست، زیرا این سعادت ندارد، این توفیق، این شهامت ندارد، نه سعادت، این کلمه را عوض میکنم، این شهامت ندارد که در راه گاو حرکت کند و گاو را مقدس بداند. پس اون که روزه میخورد در ماه رمضان تظاهر روزه خواری میکند، یهودی نیست، مسیحی نیست، هندوس نیست، کمونیست هم نیست، یعنی هیچه، لا مذهب لا مذهبه، هیچ نداره. این واقعیته. به هیچ وجه نمیشود شخصی که در رمضان تظاهر روزه خواری میکنه مسلمان دانست، غیر ممکنه به هیچ وجه. خب بله ممکنه اسمش هم علی یا محمد یا جعفر یا عبدالرحمن یا ابوبکر یا عمر باشه، چه اشکال داره؟ اسم مطرح نیست که، چون عمل مطرح است. این حقیقتی است که ما باید جدا به اون توجه کنیم و بر اساس اون باید حرکت کنیم. ماه رمضان ماه عبادت است و ماه
جبران مافات. سه چهار چیز در رمضان بیشتر جالب توجه و بیشتر برای مسلمان لذت بخش است: قرائت قرآن، توجه به معنی و احکام قرآن، نمازهای اضافی نافله، نمازهای سنت به اصطلاح اهل سنت، خیر و خیرات و صدقه. این سه چهار عبادت در رمضان خیلی جالب میچسبند. مشهور است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه سخاوتمند بود و در ماه رمضان از همه ماهای دیگر سخاوتمند تر جلوه میکرد. همیشه عبادت های رسول الله طولانی بود، در ماه رمضان عبادت هایش طولانی تر میشد. همیشه حضرت قرآن میخوند و در ماه رمضان بیشتر قرآن میخوند. در آخرین رمضانی که حضرت صلی الله علیه و سلم روزه گرفت، در پایان رمضان فرمود روح الامین جبرائیل در هر ماه رمضان یک بار قرآن را با من دوره می کند. در این رمضان فرشته وحی دو بار قرآن را با من دوره کرده. آخرین رمضانی که حضرت روزه گرفت، اونجا نفهمیدیم آخرین رمضانه، ولی بعد قبل از رمضان بعدی حضرت صلی الله علیه و آله در ربیع الاول رحلت فرمود، معلوم شد که این اشاره بوده به اینکه آخرین بار روح الامین دو بار در رمضان قرآن را با پیامبر دوره کرده تا حضرت صلی الله علیه و آله ارتباط وثیق‌تری با قرآن داشته باشد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته عز وجل وإرغاما لمن جحد ذلك وكفر، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد وصحب محمد بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم اعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاستعيدوا عباد الله من دان نفسه هاهنا وعمل لما بعد الموت، والعاجز يا عباد الله من اتبع هواه في هذه الدنيا ثم تمنى على الله الأماني، فإن الله عز وجل لام أولئك الذين يتمنون على الله السعادة والخير دون عمل. كان طائفة من اليهود في المدينة المنورة يفتخرون بأنهم يتبعون كليم الله موسى عليه السلام، فقال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وذلك أن المسلمين قالوا: نحن نتبع خير الأنبياء وخاتم الأنبياء، يعنون بذلك خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود: نحن أقبل منكم، لأننا نتبع كلمة الله موسى عليه السلام. خاطب الله كلمه موسى عليه السلام من غير واسطة، فقال الله عز وجل ردا على الفريقين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. جعلني الله وإياكم من الذين يعملون الصالحات ويجتنبون السيئات بفضله وكرمه. ثم اعلموا أن الله عز وجل صلى على نبيه الكريم في كتابه الكريم، وأمرنا معشر المؤمنين أن نصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فقال عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh.